خب توی ویدیو قبلی دیدید که ما اومدیم چیکار کردیم، نود میدیا سرور رو نصب کردیم. گفتم دو تا ویدیو قبلی دیگه میخوایم که ویدیو استریم این رو شروع بکنیم دیگه، کار با ریاکت و ریداکس به اون صورت به قول معروف زیاد چیزی نمونده، تمام شده. میخوایم اپلیکیشنمون رو بسازیم. داخل این وبسایت برید به نام obsproject.com، این برای استریم کردن به کار میاد. بعد چیکار میکنین؟ بر اساس پلتفرمتون اینو نصب میکنین، حالا ویندوز یا مک او اس یا لینوکس. و نصب کردن کار کردن با این ربطی به این کورس نداره، ولی اینو میخوام، ویدیو رو میخوام بسازم که ببینید که چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم، به خاطر اینکه بعضی موقع استفاده کردن از این واقعا یه مقدار درد داره. بعد از اینکه این اپ رو اینستال کردید، کنتینیو رو زدید و یا نکس رو زدید داخل ویندوز، یک همچین اپی به شما میده به نام OBS. این رو باز میکنید و یه همچین چیزی رو به شما میده. بعد اینجا کلیک میکنید، یه دونه چیکار میکنید؟ سین درست میکنید. حالا من یه سین از قبل دارم به نام سین، از همین استفاده میکنم. بعد میبینید که اینجا داخل این اپ، یه مقدار من بزرگترش بکنم که حواستون به اینجا باشه، میبینید که داخل سیتینگش جنرال رو دارید که به شما یه مقدار تنظیمات میده، استریم رو دارید که برای کدوم دیوایس هست، حالا برای یوتیوب هست یا برای هر چیز دیگه هست، حالا برای تویچ هست، برای کدوم یکی از این هست، برای فیسبوک لایف هست یا فلان فلان، همینجوری رو تویچ میذاریم. سرور کجاست میگه آوتو، آوتپوتتون کدوم پوشه میخواید چیکار بکنید، فیلماتون رو ذخیره بکنید، استریمتون رو ذخیره بکنید. حالا یه چیز دیگه هم داره به نام ادوانس، یک آوتپوت مود دیگه داره به نام ادوانس رو که اگه ادوانس رو انتخاب کنید ببینید که انکودینگ شما چی هست و مثلا رزولوشن شما چی هست، بیت ریت شما چی هست. همین آدمایی که ویدیو سکرین ریکورد میکنن بعد اینا رو بدونم، مثلا بیت ریت من که الان دارم ویدیو رو درست میکنم چی هست و خودم میدونم. و اینجا میبینید که ریکوردینگ رو داره میگه که کجا بتونه ذخیره بکنه. من اینو میذارم روی دانلود چون مووی برای چیزهای دیگه است، آدیو رو داره و بعد این چیزهای دیگه. اینا رو باش کاری نداریم، فقط آوتپوت رو برای استریمینگ این رو داخل سیمپل برید، فعلا کاری با ادوانس نداشته باشید، برید داخل سیمپل و این مسیر رو تغییر بدید، برای براوز بزنید داخل این دانلود و بعد این رو شروع بکنید، اوپن رو بزنید. و این تنظیمات دیگه هم داره که فعلا باش کاری نداریم، فقط اینا رو چیکار میکنیم، بعد اوکی رو میزنیم. بعد اینجا یه دکمه چی داره؟ سورس داره. من یه سورس رو کلیک میکنم و روی دیسپلی کپچر کلیک میکنم. حالا چیزهای دیگه هم داریم توضیح میدم، تکست و اینا داریم که برای کارهای مختلف خیلی اپلیکیشن خوبی هست. فقط دیسپلی کپچر رو میزنید، میگه که create new display capture و بعد اوکی رو میزنید. میبینی که الان داره کامپیوتر رو داره مال چیزو نشون میده، مال من رو نشون میده که میگه که کجا رو داره نشون میده، مثلا من این بالا رو داره چیکار میکنه، ضبط میکنه. بعد میگه کدوم دیسپلیتون هست، یک هست روی زیرو هست، من روی صفر قرارش میدم. و بعد میگه که آیا میخوای کرسور یا موس رو نشون بدی، که میبینید که میگید که آره. کراپ هم میزنه مانیوال یا نان تو دی ویندو، بعد اوکی رو میزنید. اینجا میبینید که یک پنجره قرمزی داره، اینجا میبینید که اگه من روی این دوباره کلیک بکنم، خب میبینید که نوشته crop manual، من اگه روش کلیک بکنم و بعد میبینید که اینجا یک دسته قرمزی داره. اینو میتونید چیکار بکنید؟ این رو کوچیک بکنید به اندازه اون قدری که میخواید ضبط بکنم. خاطر همینه من داخل ادوانس میرم، من اینو قرار میدم این گوشه و بعد اینو چیکار میکنم؟ تا اینجا بزرگ میکنم که کل صفحه رو نشون بده. این از این، کراپش هم اینه. و بعد چیه؟ این دکمه اد کلیک میکنید دوباره، یه دونم داره به نام audio capture input capture، اینو میزنید. بعد میگه که audio input capture، اوکی رو میزنم. بعد میگه که از چه دیوایسی میخوای استفاده کنی، این میکروفون منه، اینم میکروفون مکبوکه. روی میکروفون خودم کلیک میکنم که یه همچین کاری برام انجام بده. پس اینا ستاپ هستش که میتونید انجام بدید، میتونید اینا رو هم قفل کنید که تنظیماش به هم نخوره. پس اینو میخواستم به شما نشون بدم، این زیاد ربطی به چیز ویدیو ریاکت نداره، ولی اینو میخواستم نشون بدم که بعضی موقع ستاپ کردن این واقعا درد داره و میخواستم که شما اینو بدونید، اینو بعد خودتون بتونید ستاپ کنید.